فراوان به شما هم میهنان عزیز در سر تا سر کشور و بیرون از کشور. سرلشکر خلبان مهدی روحانی از گروه نظامی سیاسی عقاب ایران با شما دوستان و عزیزان صحبت میکنم و عرضتون برسونم که تشکری داشته باشم از جناب دیاکو که در اتاق فرمان همه هفته واقعا با جدیت بسیار زیاد عهده‌دار اجرای برنامه ما هستن که من از طرف عقاب ایران از ایشون تشکر دارم. این هفته برنامه بسیار مخصوصی داریم. من شخصا در خدمت شما خواهم بود. دوستانم امروز تشریف ندارن اینجا، در استراحت هستن و هفته بعد برنامه مخصوص تری داریم که احتمال این است که هفته بعد برنامه ما یک ساعت و نیم باشه. اگر یک ساعت و نیم باشه ما نیم ساعت زودتر شروع میکنیم و وقتی که این کار انجام شد ما حتما به شما اطلاع خواهیم داد. سعی کنیم از هفته پیش از حدود 10:30 منتظر برنامه عقاب ایران باشید و حتما اطلاعی بهتون خواهیم دادش که این نیم ساعت برنامه اضافه رو داریم یا نداریم. بعد هفته سوم دوباره بازپخش برنامه امروزه، چون از نظر ما بسیار مهمه. شاید شما روش دقت بکنین، از نظر شما بسیار مهم باشه. ببینید دوستان، یه چیزی در حدود 5 سال گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاد از سمت ما ایرانیان زجر کشیده و خیلی اتفاق افتاد از طرف این بی همه چیزان و دزدانی که مملکت ما رو چاپیدن. هر کسی خودش میدونه که چیکار کرده و چیکار نکرده، این هیچ بحثی درش نیست، بسیار روشنه. و از اونایی که دارن بنده رو نگاه میکنن به عرضشون میرسونم، لطف کنین خواهشن یه خود با دقت به مطالب و برنامه امروز توجه بفرمایید. اولا ملاحظه کنید ببینید آیا همچین چیزایی رو از جاهای دیگه هم شنیدین نشنیدین، انشاءالله که شنیده باشین. و حتما این بحثایی که ملاحظه میفرمایید و خواهیم داشت مطالبی است که غیر عادی روش زحمت کشیده شده برای شما همیهنان عزیز و ما اینو در خدمت شما میذاریم، در اختیار شما میذاریم. همینجور که میدونین عقاب ایران از روز اول وجودش تا الان مرتبا این کار رو داره میکنه. هیچ انتظاری نه حالا نه آینده نه بعد از آینده از ایران به طور کلی نداره. ما اعلام کردیم ما طالب شغل و مقام و دنبال این که وزیر بشیم و از این حرفا اصلا نداریم، نمیخوایم اصلا. یعنی اگه به ما بخوان ما بدن و پیشنهاد کنن ما با قدرت رد میکنیم، چون از روز اول به این معنا نیومدیم مثل شاید بعضی از دوستان دیگه که بابت این حرکاتمون واقعا دستمزدی بگیریم. اتاق فرمان لطفا این اسلاید اول رو بذارین. توجه داشته باشین به این اسلاید. بعد از تمام این حرفا ما میخوایم امروز یه نگاهی به درون خودمون داشته باشیم و یه گفتگویی هم با وجدان خودمون.
هر کی فکر میکنه خیلی کار کرد، هر کی فکر میکنه خوب داره عمل میکنه، هر کی فکر میکنه اون یکی داره بد میرونه. و واقعا اگر یه خود زیاد به درون خودمون و وجدان خودمون صحبت بکنیم، به اون نتایجی میرسیم که واقعا گروه نظامی سیاسی عقاب ایران میخواد برسه. من قبل از اینکه این جای برنامه شروع بشه تشکر فراوانی دارم از قسمت فنی گروه نظامی سیاسی عقاب ایران که زحمات بسیار زیاد سنگینی برای این برنامه ها میکشن که ما بتونیم، یا من یا دوستان من بتونیم که ارائه بدیم خدمت شما. میریم به اسلاید بعدی. همینجور که ملاحظه فهمید بالای این اسلاید نوشته من ایرانی برای رهایی کشورم در انتظار چه هستم. تمام این بحث ما تا آخر یه استخونبندی بزرگی از این یه خطی که میبینین داره. واقعا باید فکر کنیم، این که نمیشه که همینجور بشینیم تو سری بخوریم. پولامونو اول با جیب و بعد با کیف و بعد با نمیدونم بحثای دیگه و بالاخره با کامیون بدزدن ببرن و ما همینجور بشینیم تماشا کنیم. ای بابا، دنیا هم میدونه که خامنه ای پول را با کامیون دزدی ثبت شده، این دزدی به ثبت رسیده، ولی این مال کی بوده؟ مال شما ایرانی ها بوده که دارین فقط تماشا میکنین. بحث امروز خیلی زیاد دور میزنه در این زمینه که آیا باید تماشا کرد؟ چرا داریم تماشا میکنیم؟ پس باید چی کار کنیم؟ همه این بحث ها رو خواهش میکنم که داشته باشین که بتونیم آخر سر با همدیگه به یه نتیجه برسیم. حتماًم باید بتونیم در آخر سر به نتیجه برسیم. بریم اسلاید بعدی لطفاً. همینجور که سوال کرده بودیم که من ایرانی برای رهایی کشورم در انتظار چه هستم، چند تا مطلبه که اینا رو ما یکی یکی برای شما نوشتیم. آیا من در انتظار اقدام کشورهای بیگانه برای تغییر رژیم در ایران هستم؟ حتما نه. همه تون گفتین نه، ماها هم هزار دفعه گفته ایم نه، چون کشور خارجی اگر بخواد ما رو یه خود رهایی بده حقشو میخواد، میخواد از گوشه از مملکت ما یه سه لقمش هم مال اون بشه. و پس در این صورت حتما حتما این اونی نیستش که ما باش موافق باشیم. ضمناً کشورهای خارجی همیشه نشون دادن در اینطور مواقع اونا دنبال نفع خودشونن، اونا کارساز نیستن، اونا ازشون کاری بر نمیاد که برای ما بکنن. هر کاری بکنن دنبال نفع استفاده شخصی خودشون هستن. و بعد از این برنامه که به عرضتون رسوندم که ما اقدام کشورهای بیگانه رو برای تغییر رژیممون نمیخوام، میریم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی میریم به اسلاید چهارم. و دوستان در اسلاید چهارم همونجور که ملاحظه خواهید فرمود اینه که مطلب دومی که ما منتظرش هستیم از راه رسیدنه یک مقام والای، حالا یا داخلی یا خارجی یا هرچی که اسمشو بذاریم، و انتظار داشته باشیم که یه همچین مقامی پیدا شه ماها رو نجات بده. از راه رسیدن همونجور که اینجا میفهمید یک مقام بالا که یه معجزه سازی باشه بیاد واقعا بخواد برای ما کاری بکنه که ما بتونیم زندگیمونو از این نامردا همونجور که میدونین پس بگیریم. سلاید بعدی همونجور که ملاحظه خواهید فرمود اینجا میگه سومیش این که گسترش نیروهای به ظاهر اصلاح طلب
و برکناری استبداد ولایت فقیه و همدستانش. این ستاره ببینید، میگه آیا ما برای نجات مملکتمون میخواییم که یه کشور خارجی بیاد ما رو نجات بده که یه مقدار تجزیه تحلیل کردیم؟ نه. آیا منتظر عرار رسیدن والا مقامی هستیم تا با یک معجزه ما رو نجات بدن که باز دیدیم که خبری نیست؟ نه. و یا گسترش نیروهای به ظاهر اصطلاح طلب برای برکناری ولایت فقیه و همدستانش. سلاید رو ببریم. همه جور که دوستان یه عمر دارین میبینین که اصلاح طلبی نه به نتیجه 1/100 یا 2/100 یا 3/100 به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. در کشورهای خارج هم یادمونه، در مهد تمدن دنیا که فرانسه باشه، اصلاح طلبی نتونست در جنگاشون کاری بکنه، هیچ به هیچ جا اونا رو نرسون. اینا همه ترفندهای جمهوری اسلامی برای ما که من و شما رو با هم درگیر بکنه که من اصلاح طلب هستم، این نیست، پس بیا بجنگیم، روزنامه هامون، رسانه های گروهمون رو با هم دیگه قاطی بکنه و یه مدت زیادی وقت ما رو بکشه بابت اینکه خودش بتونه استفاده کنه از این وقت اضافی که داره. براتون خوندم دیگه، بر نمیگرد. اونم اسلاید و اقدام کشورهای بیگانه رو ما نمیخوایم، ما از راه رسیدن مقام بالایی رو نمیخوایم و گسترش نیروهای اصلاح طلب رو هم نمیخوایم، به دلیل اینکه اینا نشون دادن که هیچ کاری تا حالا برای ما نکردن. بعد بریم اسلاید بعدی. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید، باز میگه من ایرانی برای نجات وطنم چی میخوام؟ اقدام کشورهای سیاسی. و مثل اینکه این اسلاید رو گذاشته بودیم عزیز جان، اسلاید بعدی رو لطف کنیم بذاریم. باز همون من ایرانی خواستار تغییر رژیم. چرا در انتظار اپوزیسیون خارج از کشور هستم؟ نشستیم که احتمالاً اپوزیسیون خارج از کشور ما رو نجاتمون بده. واسه چی؟ بابت چی؟ چرا؟ مگه نیروی گرانتری هستن تا خود شما ایرانیان؟ مگه اونا بیشتر دلشون برای ایران میسوزه تا شما؟ مگر این دوستان خارج از کشورمون که جمع شدن دور هم دیگه بلکه بتونن کاری برای ما بکنن، مگه اونا اصلا تو سری خوردن؟ اصلا نونشون رو خوردن؟ پولشون رو دزدیدن؟ هیچ کدوم. ولی همه اینا به سر شما اومده. و واسه چی شما منتظر این دوستان خارج از کشور نشستین در انتظار اپوزیسیون که اپوزیسیون براتون کاری بکنه؟ چرا آخر؟ برای چی؟ و چرا طلبکار این یه وقتایی هم؟ طلبکار حسابی که آقا اپوزیسیون نشسته همین طرح‌های کاغذی می نویسه، مگه طرح مقبایی یا حلبی هم داریم؟ طرح‌ها طرح کاغذی دیگه. یه خود این دهنها رو همین جوری بی کنترل ولش میکنین، به هرچی دلتون میخواد میگین که در نتیجه به جواب نمیرسه. و بعد از اینکه نوشتیم که من ایرانی چه میخوام، برمیگردیم به اسلاید بعدی. اتحاد گروه های اپوزیسیون کلید براندازی جمهوری اسلامی است. حتما نه. پس بابت چی بازم بشینیم؟ مردم صحبت کردم براتون، به عرضتون رسوندم که این جلسه، جلسه بعد و جلسه بعدش
شاید هم 3-4 جلسه از حالا این تجزیه تحلیل رو ما برای شما باز میکنیم و دلمون میخواد که شما بین خودتون این کار رو بکنید. این حرفای ما رو یا یادداشت بردارین یا صحبت کنین روش. دیدین هیچ گروه حالا خارج از کشوری از این صحبت ها واسه شما کرده باشه؟ اصلا طرحی برای شما وجود داره غیر از طرح گروه نظامی سیاسی عقاب ایران؟ دوستان حرکاتی میکنن، کارهایی میکنن، دستشون درد نکنه، هر کی حق داره هر کاری برای مملکتش میخواد بکنه، ما هم هیچ ادعایی تو این زمینه نداریم، ولی میشه این اعلامیه رو، این استعلامیه رو، هرچی اسمشو بذاری، اینو ما بدیم که بگوییم که ما جواب برای تمام سوالات شما مردم داخل کشور داریم و همه رو تحویل شما داده ایم که شما بدونید که عقاب برای شما چیکار کرده و جواب برای تمام سوالاتتون داره. بریم اسلاید بعدی لطفا. اینجا همین که میفهمین در نکته بعدی میگه اپوزیسیون باید قبل از براندازی دولت در تبعید تشکیل دهد. که این صحبت ممکنه که اندازه یک جو ارزش بالا داشته باشه؟ برای چی ما باید تشکیل بدیم؟ مگه امکان عقلیش هست؟ من خودم رو بگم، این اسلاید یه دقیقه ببرین کنار، دوباره میخوام بیارینش. خود من اگه در لندن کار دیگه، اونام ایرانی هن، اونام جمع شدن، اونام اپوزیسیون هستن، در لندن یا در کانادا یا در یه جای دیگه بشینن یه دولتی تشکیل بدن، من 100% قبول ندارم. ای بابا من کجا هستم؟ چرا من نباشم مولاها؟ من نوعی رو عرض میکنم خدمت شما. پس در نتیجه نشینیم به امید این که بشه دولت در خارج تشکیل داد. تعداد زیادی از دوستان فشار زیادی روی این کار میارن، تشکیل دولت در تبعید. اینا مال سیچویشن یا مال وضعیت امروز ما ایرانی ها نیست. این کار تقریبا غیر ممکنه که بتونیم یه همچه حالتی بشه. بیاین از این تفکر بیرون. اسلاید رو برش گردونین لطفا. من ایرانی خواستار تغییر رژیم، چرا در انتظار اپوزیسیون خارج از کشور هستم؟ ایجاد گروه های اپوزیسیون کلید براندازی جمهوری اسلامی میتونن باشن؟ نه نمیتونن باشن. دو، اپوزیسیون باید قبل از هر کاری بره دولت در تبعید تشکیل بده؟ نه خیر، اینم حتما نخواهد شد، میدونیم که نمیتونه بشه. سلاید بعدی بیزمت. این که نمید بعد تش میسته، من هنوز نمیدونم کدام یک از گروه های براندازی را قبول دارم. پس نشستم تا یک گروه دیگری شکوفا شود و احیانا اون گروه بیاید و ما را نجات دهد. یه وقتایی که شما مردم صحبت از تیر و تفنگ و خمپاره و از این حرفا میکنید، تنها راه چاره نجات این است که تفنگ را با تفنگ باید جواب داد. اونا که این حرفا رو میزن باید رفت این تو دید اون تو چه خبره، یه چیزای دیگه یه اون تو، که تفنگ را با تفنگ، خب تفنگش از کجا بیاریم؟ پولش از کجا میاد که تفنگ بخریم در مقابل جمهوری اسلامی؟ وقتی تفنگ رو خریدیم کی اجازه میده ما از این 10-20 کشور این به اصطلاح تفنگ یا اسلحه ها رو بچرخونیم وارد ایرانش کنیم؟ تعلیمش چی میشه؟ کی تعلیم میده؟ مگه جمهوری اسلامی خابیده داره خور رو پف میکنه که ماها از در مرز ایران اینا رو وارد ایران؟ این حرفا حیفه که بگیم مسخره است. مسخره مقام بالایی داره در مقابل این قبیل حرفا.
که تفنگ را باید با تفنگ جواب داد. برو آقا تو وردار بگو بیاد بیرون، خدای نکرده اگه مرده از قبل و دوتایی با هم بریم تفنگ بردارین جواب تفنگ را بدهید. یه خورده باید واقعا به فکر باشیم، ببینیم که ما کجا اومدیم به کجا میخوایم بریم. بدون 33-34 ساله که ما مردم نشستیم همینجور منتظر واهی، منتظر رو هوا. یه مقدارشو براتون خوندم گذاشتیم، شما هم ملاحظه فرمودین که بدونین اینجوری نیست، به این مفتی ها نیست. مردم حق گرفتنیه، هیچ کسی به شما حق تو نمیده. باید بلند شی حق تو بگیری. خوابیدن کف زمین مثل چلاغا که یعنی زانوم شکسته نمیتونم بلند شم، و یا اینجوری سر بالا اربابا رو نگاه بکنین، یا هزار جور از خودتون مسخره بازی بسازین که نمیدونم بتونین این زندگی جدایی و رزلی رو بگذرونیش. نه شما مردم جدایی نه رزلی، ولی زندگیتون همین جدایی هم رزلیه. شما همون زاده های کوراش هستین که امروز تو مملکت نشستین، یا آخوند ریشو روزخون به شما داره اینجور حکومت میکنه. هممون یادمونه، خوب دقت کنی، هممون یادمونه تمام بچه آخوندا میرفتن آخوند میشدن. خود باباه بچه که 7 سالش میشد میبردش مسجد، تحویل یه آخون دیگه میداد که ایشونو درسش بدیم. همه بچه آخوندا آخون میشدن. الان که بنده در خدمت شما هستم، تمام بچه آخوندا در کشورهای خارج هم کمپانی های بزرگ دارن، هم به آخوند فوش میدن، هم یک دونه شون هم آخوند نشده. چرا؟ بابتی واسه چی؟ واسه این که آخوندا وقتی دیدن که پول مفت اینجوری میشه به دست آورد، میدونین که نمیدونم بچه خامه چقدر دوزید، روی کی چقدر دوزید، اینا همه در خارج سازمان های بزرگ، کمپانی های بزرگ همه اینا رو دارن، چرا نره بخون بشه؟ پول زیاد. این پول مال کیه؟ این پول مال شماست. این پول مال شماست که داری نسبتاً به زاری و خاری زندگی میکنی، در صورتی که حقت این نیست. حق شما بسیار بیشتر از این مردم. بریم اسلاید بعدی لطفا. من ایرانی از گروه عقاب ایران چی میخوام؟ باید بگردیم ببینیم که خب حالا از عقاب چی میخوایم. بقیه رو بررسی کردیم، به حساباشون رسیدگی کردیم، دیدیم مطلبی نیست، چیزی به خصوصی ندارن، چیزی تحویل ما ایرانی ها ندادن. شاید یه دونه برنامه تلویزیونی دارن، میان حرفای خوب میزنن، حرف خوب تو کتابم پره، عمل خوب میخواد ایرانی که اونجا نشسته. ولی من نمیدونم، یه وقت یارو میگه خودشو ای کوچیک میکنه، میگه ما نمیدونم کوچیکی فلان، ما با بزرگی بالا برای تمام سوالای شما جواب داریم و هیچ سازمان دیگه‌ای از بالا تا پایین همچین جوابی رو برای شما نداره. حالا پس ببینیم من ایرانی از عقاب ایران چی میخوام. اسلاید بعدی لطفا. آیا شما از من میخوای که من یه لشکر تشکیل بدم؟
و رژیم رو یک سره براندازی کنم و بذارمش کنار. فکر میکنی یه همچیزی به وسیله عقاب ایران ممکنه؟ که مسلمن میدونین حتما حتما ممکن نیست. پس این که فکر این باشین که چون عقاب ایران یه گروه نظامی سیاسی هست، چون این اسم نظامی هم قاطیشه، پس اینا میتونن که تشکیلاتی جور کنن و برن جمهوری اسلامی رو پاره پورش بکنن. خواب دیدیم این خبران نیست. نه خیر، بله من سرلشکر هستم، دوستان من نظامی هستن، دوستان سیویلم زیاد هستن، با همدیگه داریم خوب کار میکنیم، ولی کار ما اونی نیستش که ما بتونیم براندازی مسلحانه داشته باشیم و جمهوری اسلامی رو بتونیم بیرونش کنیم. هر دفعه این صحبت میکنم تش دوباره میام. ثروت ما مردم شمایی، شماهایی که تو ایران نشستین رو زمین، تا بلند نشی روی زانوت به هیچ جا نمیرسی. تمام کشورهای خارجی، همه اپوزیسیون، همه اینا با همدیگه در مقابل قدرتی که شما ملت توی ایران داری هیچیه. ببینین توی کلاس اون 20 بچه ها اگه بخوان معلمه رو میتونن بکشنش خیلی راحت. توی مدرسه اگه بچه ها بخوان میتونن مدیر مدرسه رو بکشنش. توی ایران هم اگه دلتون بخواد میتونی خامنه‌ای رو بکشنی. ببینین باز من فورا بگم که ما اهل کشت و کشتار، ما دستور کشتار و از این بحثا تو سیستم عقاب نیست، ولی میخوام بدونی تیکه تیکه بریم بالا. چه سازمان کوچیک باشه چه بزرگ باشه، جمع اون سازمان تمام قدرت تو دستشه. شما تمام قدرت ما ایرانی ها تو دستتونه، ولی رو زمین گرفتین نشستین با یه تکون ساده که من براتون توضیح خواهم داد. باید تکون ساده شما میتونید جمهوری اسلامی رو از بیخ و بن ببریدش. خیلی ساده مردم. چند سال ما واسه شما داریم میگیم، همینجور که تاریخ هم نوشته، خیزش سیلاسای ادها دفاع جمهوری اسلامی ندارد. تنها کافیه که یه خود فکر کنیم ببینیم واقعا چقدر مسخره است. تنها کافیه که شما یه چیزی در حدود 10 دقیقه مردم، 10 دقیقه شما این عرق میهن پرستید تکون بخوره و گوش بدی به طرح حرفه‌ای گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، که از این آسونتر و ارزونتر و غیر کشت و کشتارتر نداری. ولی شما همینجور نشستین دارین گوش میدین و همینجور میخوای یه وقتی مثلا یه خدای از آسمون بیاد شماها رو نجات بده. ببینین من احترام زیادی برای شما مردم قائلم، راه دیگه نداره. ما باید به شما احترام بذاریم، هموطن من هستی. ولی در مورد سستی که داری از خودت به خرج میدی، در مورد این که نشستی زمین با زجر و ذلت امربر روزخون شدی، خوب گوش کنین، امربر روزخون شده اید، این واقعا یه خفتی برای همه ما ایرانی ها میاره. واسه چی وقت کار به این آسونیه؟
که در ته این برنامه براتون خواهم گفت ما بشینیم اینجور با سستی و زبونی همشون ما رو بکشن 17 تا تا میبینن یه کمی شماها به قول خودشون پاری شدین یه 17 تا میکشن شما تسکید میفتی زمین قشنگ ما داریم در خارج میبینیم تا میان دو کلام حرف بزنین یه روزنامه نویس یه چیز مینویسه اینا 18 تا رو میکشن شما میشینی زمین جایی که 18 تا رو که کشتن شما بپری ای بابا شما از اول این انقلاب 34 سال پیش تا حالا شما چه تکونی خوردین؟ شما چند تا مأمور دولت رو حبسش کردین یا گرفتینش؟ اصلا کجا؟ چی؟ مگه صفرم میشه؟ شما با صفر ایستادین که مملکتتون رو نجات بدین. تنها همون جمله خواب دیدی خیر باشه رو میشه اینجا مصرفش کرد. سلاید بعدی لطفا. همین که ما لازم میفرمایید پس قبول شد که ما نمیتونیم یه لشکر تهیه کنیم. حالا فرض کن یه لشکر هم تهیه بکنیم چجوری میشه؟ چیکار؟ اصلا خیلی خیلی خنده داره این جمله. صحبت بعدیش این هستش که فقط یه فرمان رستاخیز بدن تا این رژیم براکنده بشه. مگه واقعا به این شلیه؟ مگه به این مسخره ایه؟ فرمان دادنش کار خیلی ساده ایه. کوموجری بابا همیشه وقتی میخوان که یه حرکتی انجام بدن شبیه این حرکتی که ما میخواییم انجام بدیم قدم یکش این هستش که در شهر ناراضی بسازیم. من چند دفعه هم گفتم همچنین یه خود شوخی و جدی اگه پول خوب به من بدن کشور آلمان که راحت نشسته سر جاش من کشور آلمان و دولتشو برمیندازم. پول خوب که دادی میدی دست مردم اون کارهایی که هست باید کرد اونا انجام میشه مردم رو ناراضی میکنی. وقتی مردم از دولت ناراضی شدن اون وقت اونا دیگه ایرانیای امروز نیستن که ناراضی هم ولی میشینن تماشا میکنن اونا میپرن نفس دولتشون رو میگیرن. ای بابا این خامنه یه با چه افتخاری دوزی میکنه چون شما ها نشستین دارین تماشاش میکنین. پس با یه فرمان رستاخیز آخر سر توضیح میدم براتون مگر اینکه شما تکون بخورید. ببینین مردم ایرانیا همه چیز در این زمینه فقط شمایی. همه افسرها که از ایران اومدن بیرون بذارینشون صفر. همه بزرگان ایران صفر. همه سازمان ها دست ها همه صفر. شما ها صد. فقط شما این که دستتون برمیاد که اگه دلتون میخواد 5 روز دیگه خامنه‌ای اونجا نباشه یه مقداری خاک ریخته باشن روشو بگم دیگه خداحافظه. فقط جد شما که بتونین این حرکت رو انجام بدین که در این زمینه باز باهاتون صحبت خواهم کرد. بریم صحبت اسلاید بعدی. همینجور که تو اسلاید ملاحظه فرمایید برای همیشه ما برنامه های تلویزیونی تهیه کنیم واسه شما. شما باید تماشا کنین و احیانا به همم یه چیزی بگین یا خوب بگین یا بد بگین و هیچی به هیچ جا نرسه. اینا هیچ کدوم جواب این نیست که من ایرانی از گروه نظامی سیاسی عقاب ایران چه میخوام.
جوابش در آینده بسیار نزدیک براتون خواهد اومد. سلاید بعدی لطفاً. باز من ایرانی از گروه نظامی سیاسی عقاب ایران چی میخوام؟ حالا پاسخ جواب ما عقابی ها به شما این است که من از تماشای برنامه های تلویزیونی بهره کافی را گرفته ام، چون مردم از ایران میان اینجا صحبت میکنن با ما، میگن که مردم برنامه های ما رو میبینن و حرفای ما رو قبول دارن. اونایی هم که قبول ندارن عقلشون نمیرسه، وقتم ندارم که برن و بررسی کنن. پس در نتیجه من از تماشای برنامه های تلویزیونی برای کافی رو گرفتم. امروز تنها با پشتوانه هم‌میهنانم آینده خود و بستگانم را تقدیر خواهم داد. به جز این من هیچ وقت پیروز نخواهم بود. سلاید رو بردارین لطفا. دوستان، همینجور که براتون گفتم این یعنی که ما نشستیم به برنامه عقاب گوش دادیم. برنامه عقاب اینا که من واسه تون خلاصه الان میگم در جلسات مختلف گفته شده. عقاب میگه که یه روزی مثلا ساعت 10 صبح همه تون اونایی که چلاق نیستن و کور نیستن و اینا با حتی با پیژامه پا برنه فقط بیا تو کوچه. وقتی اومدی تو کوچه راه رو بر حرکت نیروهای مسلح میبندی. این یه بحث نظامیه. نیروی مسلح قدرتش به تحرکشه. وقتی جلوشو گرفتی که نتونه حرکت بکنه، برد با توه. تو این فاصله این امکان هم هستش که این نیروهای مسلح فقط حدود 1 دقیقه وقت بکنن یه چند تا تیر بندازن تو 1 دقیقه، چون شما راحت میتونین همونجور که گفتن کسب برتری بکنین و جلوی نیروهای مسلح رو ببندین. بعد سوال میشه که خب حالا ما اگه این کار رو کردیم جاش کی میشینه؟ همه کسای دیگه من خودم شنیدم که اونا خودشون میگن که خب ما خودمون ترتیب کار میدیم. عقاب ایران میگه ما جانشین رهبری، پادشاهی، جمهوری، هیچ کدوم اینا ما نیستیم. ما این قدرت رو داریم که طرح دوران گذار رو تهیه کنیم. دوران گذار یعنی درست لحظه ای بعد از سقوط جمهوری اسلامی تا لحظه ای که دولت منتخب مردم بیاد کار رو از دست گروه نظامی سیاسی عقاب ایران تحویل بگیره و ما گروه نظامی سیاسی بدون هیچ چشم داشتی سلام بدیم، خداحافظی کنیم. اینا رو از هیچ کسی نشنیدیم. سوال میشه که خب بعدش چی میشه؟ بعدش اونجوری میشه. بعد سیستمی تهیه کردیم، تحویل شما مردم دادیم، تو بایگانی ما هست که چجور یک انتخابات سالم به وجود بیاد. حتما هم سالم تا شما مردم بتونین رأی خودتون رو صحیح و سالم تحویل بدین و تعیین کنین که چه نوع حکومتی رو دوست دارین. آیا دوست دارین سلطنتی باشه یا میخوان جمهوری باشه؟ عقاب ایران این لحاظ هیچ کار است.
ما هیچ نظری نداریم. ما میخوایم که پشتیبانی کنیم، صندوقا سالم باشه، شما برین سالم رأیتونو بدیم. فرض به این که شما رأی دادیم به یکی از این دوتا، که ما میخوایم این ترتیب به مملکت داریمون باشه، خب بالاخره اون صاحبش پیداست، احزابی هستن، حتما حتما ایران تجربه این حرکات سیاسی رو راحت داره. اون موقع جمع میشن، احزابی به وجود میان، انتخاباتی میکنن، مثلا میخوام همه رو آماده میکنن و بعد رئیس مملکت تعیین میشه کیه. یه روزی که انشاءالله زیر 6 ماه باشه، رئیس مملکت میاد مملکت رو تحویل میگیره و خب خداحافظی میکنه. هر جاش کمه بگیم که کجا عقاب کم داره، هیچ راهی جز این نیست. در آخر ساعت من باز با شما صحبت میکنم. اسلاید بعدی لطفا. مشکل به هم آمیختن براندازی رژیم آخوندی با تشکیل دولت بعدی برای گردانندگی کشور خیلی راحت. یه مشکلی الان اینجا هست که براندازی آخوندا و به وجود آوردن سازمان بعدی، ایدئولوژی بعدی، که چجور بعدن میخوان که این مملکت بچرخه، این شده یه مشکل. سلاید بعدی بیزمم. این مشکل همینجور که میدونین، گروه برانداز باید مملکتدار خوبی هم باشد. نه، گروه برانداز باید برانداز خوبی باشه. هیچ لازم نداره که مملکتدار خوبی باشه، ولی برای مدت موقت این گروه میتونه اون پیشرفت هایی رو که باید به وجود بیاره که مردم برن پای صندوق رأی، این چادر رو بکشن سرشون، اونجا دقت کنن، هر جور که دلشون میخواد رأی خودشون رو به هر کی که دلشون میخواد بدن. این گروه کارش اونه، نه مملکت داری. سلاید بعدی لطفا. مشکل به هم آمیختن براندازی رژیم آخوندی و تشکیل دولت بعدی، یکیش اینه که گروه برانداز باید مملکتدار خوبی هم باشد، که رد کردیم میگیم نه، آنهایی که شایسته اداره امور کشور با امکانات و یا اصولا دانش و توان براندازی را ندارد. دوباره براتون میخونم، آنهایی که شایسته اداره امور کشور هستند یا امکانات و یا اصولا دانش و توان براندازی را ندارن. اینا جوابای عقاب به شما. و سوم اینکه قدرت طلبان از ترس اینکه چیزی گیر خودشون نیاد، همواره موضوع تشکیل دولت بعدی رو بهانه میکنن که باعث براندازی این دولت بشن. هر جای حرفا رو شنیدین تو این سخنرانیایی که گروه های برانداز میکنن به ما بگین، ما بریم بشنویم. من که هیچ وقت نشیدم. من یه دور اینو تون براتون میخونم. گروه برانداز باید مملکتدار خوبی هم باشد. نه خیر، اونهایی که شایسته اداره امور کشور هستند
یا امکانات و یا اصولا دانش و توان براندازی رو ندارن. قدرت طلبان از بیم این که نبادا قدرت رو از دست بدن، مرتبا بهانه میکنن که دولت بعدی چجور میشه، کی تشکیل میشه، کی تشکیل نمیشه. سلاید بردارین لطفا. اینا اوناییست که الان دست و پاگیر شما مردمه. این برنامه دو جلسه بعد این برنامه تکرار میشه، شاید زنده، شاید پخش بعدی، که شما این دو تا برنامه یا سه تا برنامه رو هر کدومشو دو دفعه زنده بشنوید. میدونید که پنج شنبه و سه شنبه شب 11:10 برنامه ما تکرار میشه، اون موقع شما میتونین اینا رو گوش بکنین تا به نتیجه برسیم که عقاب چی میگه و آیا درست میگه، سالم میگه یا نه. اسلاید بعدی لطفا. تفکیک براندازی رژیم آخوندی از تشکیل دولت بعدی و اداره امور کشور. این اسلاید اتفاقا ممکنه یکی زود اومده. بله، معضل آلترناتیو سازی میگویند چون دولت جایگزین نداریم پس باید با این رژیم سر کنیم. دوستان عزیزان، این آلترناتیو سازی رو خط بزنید روش. اگه باید آلترناتیو بسازیم باید داخل ایران بسازیم. این آلترناتیو که بخت ما رو گرفته و ما گول جمهوری اسلامی رو خوردیم، اینو پیش خودتون خط بزنین، یادتون بره این موضوع آلترناتیو سازی. و اگه بخوایم این کارو بکنیم بعد داخل ایران باشی، که این یکی از تاکتیکای رژیمه یا آلترناتیو سازی که باز دوباره ما رو از هم جدا کنه، یا وقت رو بکشه یا وقت نده که ما بتونیم صحبتمونو بکنیم. آلترناتیو مناسب از میان بهترین های جامعه که اکثرا در داخل ایران هستن، طی دوران گذار با انتخاب سالم مردم تشکیل خواهد شد. خیلی ساده. و تا اون زمان نیازی به یک آلترناتیو برای براندازی رژیم نداریم و نمیتوانیم بسازیم، چون 20 سال صحبت آلترناتیو سازی هست، جوابش بوده صفر. پس اصلا از این فکر باید بیایم بیرون. بریم اسلاید بعدی لطفا. این اونجاست که میگه تفکیک براندازی رژیم آخوندی از تشکیل دولت بعدی و اداره امور کشور. این دوتا رو باید اصلا ما ها جدا کنین مردم. از هر کی میشنوین اینا رو گوش ندیم، اینا رو باید جدا کنین اصلا. اسلاید بعدی الان نشون میده جوابتونو. یک تشکیل تنورای رسیدن به دولت مردمی، داشتن یک سیستم انتخابات سالم تا نیروی نهایی و تعیین کننده برای تشکیل پارلمان در دست مردم قرار داشته باشد و دولت که یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس که نمایندگان مردم هستن جوابگو بوده باشد و شخص اول مملکت به هر صورتی و هر نوع مقامی که اسمشو بذاریم یک
سمت تشریفاتی باید باشه. واقعا تمام سوالاتی که شما دارین توی طرح گروه نظام سیاسی عقاب ایران به شما جواب داده شده. هیچ جا این جوابا رو نگرفتین و نمیگیرین از بالا تا پایین هیچ وقت. اسلاید بعدی لطفا. اگر این صحبت ها رو گوش کرده باشین دوستان عزیزان، پس منتظر چی هستیم؟ چند دقیقه مونده، من این چند دقیقه رو براتون مجزا صحبت کنم. اگر یه ملتی میخواد روی پاش وایسه، روی قدرت خودش وایسه و استعداد اداره مملکتش رو داشته باشه، وقتی میبینه یه عده دزد اومدن و مملکت رو دزدیدن، باید میشینه یه طراحی کنه مملکت رو از دست دزدا پس بگیره. حالا نه اینکه فقط دزد اومده تو مملکت ما، این دزد بی‌ناموس هم هست، بی‌شعور هم هست، سوادش تارته. چجوری شما در دستشوی خودتا بشوری؟ جوابشون سوادشون اینه که با شطور میشه جمع کرد یا با خر میشه جمع کرد. مردم اینا درسته، اینا راسته، مسخره است این حرفا در یه برنامه تلویزیونی گفته بشه، ولی متاسفانه هست. بعد 33 سال 33-34 سال شما مردم که قدرت اصلی مملکت هستین نشستین دارین روزخونه رو تماشا میکنین. اگه بخواین همینجور اینا رو تماشا کنین، مطمئن باشین که یه 60 سال دیگه شاید یه خود بیشتر اینو سر اینجا که هستن نشستن. چشمتون به اپوزیسیون خارج از کشور نباشه. فقط با 10 تا 1 دقیقه صرف وقت که شما از خونت بیای بیرون، فقط قدرت وجودیت که ایستادی، نه تفنگ نه بحث دیگه، قدرت وجودی شما مردم به فاصله 10 دقیقه دولت رو برمی‌اندازه. این که من میگم 10 دقیقه روش فکر کنین، من یه آدم با تجربه نظامی کار کشته هستم. اینا خودشون طرح فرار دارن برای این که به محض این که دیدن رو برن. دلیل این که نمیذاره شما شیشتایی برین سر قبر بابا، سر قبر عمو یا سر قبر دوست، میترسه از شما. شما نمیدونین انقدر که شما از جمهوری اسلامی میترسین، جمهوری اسلامی 100 برابر بیشتر از شما میترسه. خیلی عجیبه. این قدرت ها تو شما وجود داره، ولی با وجود تمام این قدرت ها شما نشستین دارین تماشا میکنین. با پس باید چیکار کرد؟ بعد از 8 ذوائد شما امروز 1 راه دارید که به طرح گروه نظام سیاسی عقاب ایران گوش بکنید. اشکال اگه دارید سوال بکنید. از شما خواسته خواهد شد فلان روز ساعت 9 شب 8 صبح یه وقتی از در خونتون بیایم بیرون، برای اینکه ببینیم اگر ما این دستور رو به شما دادیم شما اجرا میکنی یا نه. هفته های بعد مطالبی است برای شما روشن میکنیم که ما شما رو امتحان کنیم. فرض کنیم شبیه این که بگیم که مثلا این هفته
هر کی لنگ کفش کهنه داره بندازه تو خیابون، شبیه بعد تست کنیم ببینیم شما صدای ما رو میگیری. یه کار کوچیکه بی ارزش رو میتونی انجام بدی یا نمیتونی، که ببینیم بعد بنا به درخواست خود شما که دو ماه از من میخوان که ما روز رستاخیز رو اعلام کنیم، بعد با گروه عقاب بشینیم دورم دیگه تکلیفش رو معلوم کنیم و روز رستاخیز رو تعیین بکنیم. این روز رستاخیز تعیین خواهد شد، این ریش خامنه‌ای به درخ آبزون خواهد شد، خامنه‌ای یا هر کدوم دیگه. ولی شما مردم باید واقعا به پیشنهاد ما گوش بکنین و حتما حتما سعی کنین مملکت به بیراه نرود. از آدم کشی، شیشه شکستن، جنسا رو دزدیدن، اینا در تاریخ انسانیت ما ایرانیان نبوده و باید نباشد. کمک شما مردم فقط هستش که ما میتونیم مملکتمون رو از دست این دزدا پس بگیریم، تحویل خود شما بدیم. ما چون بچه هامون زندگی همون اینجا جا افتاده، ما سر جامون باشیم، شما اونجا با یه لذت بهتری زندگی بکنیم. از حق قانونی خودتون استفاده بکنیم. مردم راهی جز پیروی از طرح گروه نظامی سیاسی عقاب ایران که فقط همه وجودش رو برای شما گذاشته نداری. هیچ فکر دیگری نکنی. نابودی این آخوندا مثل آب خوردن تو دست شماست و فقط شما هستین که میتونین این روزخونه رو به درک بفرست. شب و روز شما همیهنان عزیز بخیر. موسیقی